شما مبارک، فاصلمون سه چارک. این شعار نوروزی امسال من بود که خوشبختانه در مملکت عزیزمون هم خیلی مورد توجه، مورد استفاده قرار گرفت، که همون سه چارک یعنی 75 سانتی متر میشه 3/4 متر. البته واحد کیلو هم هست، 750 گرم و 75 سانتی متر میشه، که امیدوارم که این فاصله سه چارکی باعث نشه که دلهای ما حتی 0.1 میلیمتر هم از هم فاصله بگیره و این کرونای لعنتی بتونه که بیش از این به ما ضربه بزنه. البته کرونا منافعی هم داره، حالا یه دونه رو حداقل داره، برای اینکه آمد و باعث شد که حرم حضرت معصومه تعطیل بشه، حرم امام رضا تعطیل بشه، مکه معظمه تعطیل بشه، البته مؤمنین عزیز و مسلمانان گرانقدر خودشون میدونن که این دکونهایی که این آخوندها باز کردن برای کلاهبرداری و نزول و جمع کردن و صیغه جا به جا کردن هستش، وگرنه ایمان کسی برباد نمیره با بسته شدن حرم حضرت معصومه. مثل یارو که رفته بود داد زده بود که باید واکنیم، باید واکنیم، فردا شمد که غلط کردم، نباید باز کنی. نماز جماعت تعطیل شد، نماز جماعت ها که میدونین که از امام خمینی هم خیلی راجبش اهمیت قائل شده و یکی از ارکان خلاصه حکومت اسلام اینجا مسئله 1400 هست. از توضیح مسائل آقای خمینی رقمش گرده رونده میتونه یادتون باشه، مسئله 1400 که آقای خمینی، آیت الله خمینی راجع به نماز جمعه میفرمایند. من صفحه رو عوضی گرفته بودم، معجزه شد در رفت هستن. حالا مسئله 1400 عرفت این طرف صفحه رو چپه گرفتم، برحال این هاشش اینجاست. خوب به من اعتماد داشته باشیم که دارید. در روایتی وارد شده است که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند، هر رکعت از نماز آنان ثواب 150 نماز رو دارد. یعنی مثلا نماز ظهر اگر 4 رکعته یا 3 رکعته یا 2 رکعته نمیدونم، حالا بگیم ما سه رکعت یه نفر که بره پشت نماز پشت امام جمعه، هر نمازشون 3 تا 150 تا ثواب داره. و اون وقت اگر 2 نفر اقتدا کنند، یکی دیگه هم بیاد، هر رکعت ثواب 600 نماز داره. یعنی یه نماز میخونم بعد 1800 3 6 تا 18 تا 1800 ثواب میبرند، ثواب 1800 نماز رو میبرند. اگر 2 نفر باشند، هرچی بیشتر شوند ثواب نمازشان بیشتر میشوند تا به 10 نفر برسند. و عده آنان که از 10 گذشت تا که به 10 نفر برسند، هر رکعت نمازشون 600 تاست، که حالا اگر 4 رکعت باشه 2400 تا، اگر 3 رکعت باشه 1400
800 تا اگه دور کرد باشه 1200 تا، ولی میگه که اگر 10 نفر بیشتر باشند اون وقت اگر و عده آنان که از 10 گذشت اگر تمام آسمان ها کاغذ و دریاها مرکب و درخت ها قلم، درخت ها قلم بشن، دریا مرکب بشن، آسمان ها کاغذ بشن و جن و انس و ملائکه نویسنده شون، نمیتوانن ثواب یک رکعت آن را بنویسند. اخ 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 دیگه ببینین چقدر آدم ثواب بکنه. بسید من اینو نوشتم اینجا قبلا براتون بخونم، توی یکی از سایت ها آمده در میان سایز های مختلفی که یک مصیبت میتواند داشته باشد، این یکی اکسترا لارج به حساب میآید. تعطیل نماز جمعه، نماز جمعه به جماعت خوانده می شود، دست جمعی از پایه های خیمه نظام است که برای خودش ستاد و تشکیلاتی دارد به نام مذهب و به کام حکومت، که مؤمنین عزیز رو میگم حواسشون به اینجا باشه. برای میگم امام های جمعه پاهای بلند و کوتاه اختاپوس هستند که تا هر شهر آبادی و دهکوره‌ای کشیده می شود. جمعه به جمعه جمعه یه طرف هستش که چی؟ یه طرف جمعه به جمعه سر گوشش می جمعه. این هم البته تعلیمات اسلامی است، این هم بعدن یه روز دیگه بهش می رسیم. جمعه به جمعه من بیاد رهبری و حکمهای حکومتی از طریق شبکه ائمه جمعه به جماعت ابلاغ شده. جواب دونالد ترامپ و کارتر و ریگان هم اندلوزوم با لهجه و زبان محلی داده می شود. این مستند به بیانات مرحوم حسنی امام جمعه ارومیه که یه مدتی به ترکی حمله به آمریکا کرد و بعد گفت حالا به فارسی میگم که ریگان هم بفهمه. و این نماز جمعه برای اینجور تظاهرات هم هست، برای آگاهی از عظمت مصیبت تعدیل نماز دشمن شکن جمعه. اهمیت نماز جماعت را در کتاب خواندنی توضیح المسائل آیت الله خمینی در بیابیم. این کتاب در اینترنت به طور رایگان در دسترس مسلمین و مسلمات هست. در باب نماز جماعت اینجا میگم دوباره، در روایت وارد شده است که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند هر رکعت از نماز آنان ثواب 150 نماز دارد، و اگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعتی ثواب 600 نماز دارد، و هرچه بیشتر شوند ثواب نمازشان بیشتر میشود تا به 10 نفر برسند. و عده آنان از 10 که گذشت اگر تمام آسمان ها کاغذ و دریاها مرکب و درختها قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده شوند، نمیتوانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند. حالا چی مینویسند؟ مثلا نگفته که مثلا این بدبخت ها که میشنن مینویسند هیچی مینویسند ثواب 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 نمیرم. حالا اینجا میگه حالا میگیریم که یکی از جنها و انسها ملائکی یعنی یک ملائکی از ملائکی میشه ملک، همون فرشته، اینها که امام خمینی مأمورشون کرده در سالن هیئت تحریریه ثواب نویسی با هم گفتگو میکنن، نشستن اینا دارن ثواب میدن، آسمونا رو گذاشتن زیر دستشون، دریاها رو همونجا، درختا رو هم همینجوری. جن فرشته جون به ملک میگه، یکی از ملائکه که قرار شده آقای خمینی گفتن اینا
با سوار میسن. جن فرشته جون ملک فرمایش. جن میگم قلمه چیه؟ ملک درخت عقاقیا. جن مال من چناره. ملک مبارک. جن این دریای سیاه برعکسه، مرکبش از بقیه دریاها کمرنگتره. ملک بنویس. بذار بنویسم حالا چیه؟ جن داره پیشی میخواد حال بده نخ بده لاس بزنه. ملک هم زیروار این حرفا نمیره، اونم با جن. ملک فقط اگر لازم باشه باید بره 72 یه دونه دیگه لنگه خودش پیدا کنه که 72 نفر بشن که یه دونه از مدافعین حرم اگر که مثلا نارنجکی انداخته شبا و افتاد تو بهش، اینا برن 72 نفری بهش سرویس بدن. به هر حال ملک یا فرشته یکی از ملائکه به جن را نمیده. ملک بریم بذار بنویسم. جن ویلکم بابا، بیا بریم کافی شاپ باقی تو با یک اسپرسوی حسابی. ملک برو بذار کارم بکنم. به انس میگم ها، یعنی به انسان. حالا این ملک نمیدونه که انسان مثل سگ از جن میترسه. حالا انسان منو صدا کردی فرشته جون؟ ملک آره چیزه، هیچی، ذکر خیرت بود، یعنی نمیخواد که حالا دعوا را بیفته. انس دستن تابل زد. بس که ثواب اینا رو همینجور دارن، اینا میستن ثواب همون اونایی که همینجوری نماز جماعت خوندن. دستن تابل زد بس که ثواب اینا رو نمیشتن. آخه مگه آدمی زادن انقدر ثواب باید بکنه؟ جن این 10 نفرم بیکار بودن، روز جمعه رفتن اختلا کردن به امام جمعه. ملک خسته شدن این تفرگی ها. ملک 10 نفر بیشترن، حداقل باید 11 نفر باشن، مجبورم هستن برن. هرچی شهر و آبادی کوچکتر باشه نرفتنش مشکل سازتره. دقیقا همینطوره. تو شهرستان هست که نماز جمعه را ما شهرهای کوچیک دیهاتی کوچیک. خود غلام حسین نیومده؟ معمون که دکونش بسته بود که این باید اینجا باشه. چه این هم مدتی هست که زده انقلاب شدم. اون هست نه نمیدونم اون هفته هم عید فطر هم که اینا پرونده پشت پرونده توی دهات کوچک و اینها میسازن. برای همینه که ملک میگه گرچه شهر آبادی کوچکتر باشه نرفتنش مشکل سازتره. جن میگه حالا به چه دردشون میخوره انقدر ثواب، این همه ثواب. انس هم انسان میگه همینو بگو، ثواب ثواب دیگه، کم و زیاد نداره. من که دیشب خلیج فارس رو خالی کردم از بس نوشتم. جن مگه خلیج فارس همیشگی نیست؟ انس آره، ولی مرکبش دم تنگی هرمز تمام شد. ملک قلمه چیه؟ انس کاج بود اولش، حالا دارم با بید مجنون می نویسم، ولی مرکب از شره می کنه پخش میشه. جن شاید کاغذت خرابه. انس نه بابا آسمون هفتمه. آسمون آسمون هفتمه آسمون هفتمه آسمون هفتم. ملک میگه چرا رو آسمون اول نمی نویسی؟ جن میگه اون اصلا خوب نیست آسمون اول، نوک قلم آدم گیر میکنه به این ماهواره ها. ملک چه ربطی به تو داره؟ جن چی؟ ملک داخل آدم، نه اینکه میگه نوک قلم آدم گیر میکنه به ماهواره ها. این ملک هم میگه چه ربطی به تو داره، یعنی تو هم که آدم نیستی؟ داخل آدم اینجوری هم میگه. حالا ملائکه ها همیشه زن هستن، نمیدونم چرا، حالا اب نداره. حالا به اون بحث هم یه دفعه دیگه. ربطی حوری داریم و قلوان داریم. حوری مال زنها خانم آقایونه، قلوان که اینا میگن یک جوانایی که خوشتیپ و مردان زیبا رو که
مال خانم هست. ولی آخونده یه جوری میگفت که ایمسی که آقایون هم میتونن گاهی یه جوری آخونده ایز راجب قلمان هم میگفت ایمسی که آخونده میره اونجا به قرائت قرآن یاد میدن مثلا به قلمان ها کار نداریم. حالا که ملک مطلک میگه به جنه، جنه میگه ریسیس نباشیم، ناسلامتی شما دارین راجبه ثواب نماز جماعت می نویسین. فلسفه ای نماز جماعت اینه که آدم ها از هر نژاد و ملیتی دور هم جمع بشن و عبادت کنن. ملک میگه بله ولی البته باید مسلمان باشن ها. شیعه. جن میگه اگه نباشن چی؟ انس میگه سرش گوش تا گوش بریده است هر کی نباشه. ملک میگه اگزاجره نکن انس، جلو این جن بوداده سیانمایی نکن. جن میگه اگزاجره هم میکنی، یعنی اغراق و مبالغه و زیاده روی، اگزاجره هم میکنی، از امام خمینی یاد بگیر که این چخون رو کرد. بنویسیم بابا، هنوز ثواب یک رکعتش رو تموم نکردیم. راست میگه اینو بیچاره درخت داره. ملک امام خمینی از خودش ننوشته که، میفرمایه در یک روایتی وارد شده. جن میگه اگر یک نفر پشت سر امام واسطه، هر رکعتش، نه هر نمازش، هر رکعتش ثواب 150 تا نماز رو دوتاش میشه 600 تا. بالای درتو هم که حالا بنویسین. ملک میگه در صدر اسلام جمعیت کم بوده، الان 10 نفر فقط بادیگارد امام جمعه. انس میگه من گمان میکنم فلسفهش اینی که مردم یک هفته گناه کنن، جمعه به جمعه ثواب کنن، گناهشون پاک بشه. جن میگه بابا با این همین ثوابی که محاسبه میشه مردم گناه کم میارن. ملک میگه البته ثواب نماز جماعت برای غیبت هم هست، مردها وقتی غیبت میکنن شنیدنی. راست میگه این ملک عجب فرشته عجب جالب، نه که بوده غیبی میره نگاه میکنه نماز جمعه که تموم میشه و بیان ببین آقایان حاج آقاها اونا تو مسجد چیا میگن پشت سر هم دیگه. جن میگه راجع نماز جمعه میگه، میگه خیلی هم نردبان ترقیشون همین نماز جمعه هست. بچه ها من دوتا جنگل رو تموم کردم. ای این شبار درخت رو برش نوشته فرشته، اه جنگل رو تموم کردی؟ جواب محیط زیستی ها رو چی میدی؟ انس میگه اونا که اعدام هست. جن زمنم بچه ها یک خبر خوش بهتون بدم، از هفته آینده میتونیم به هیئت تحریریه نیاین، از خونه کار کنین. ملک مگه میشه؟ جن آره فرشته جون، یه مرضی اومده که نفس کش میطلبه، اسمش کروناست. کرونا مرد به ویروس تو، نداریم واکسن مخصوص تو. کرونا مرد به ویروس تو، نداریم واکسن مخصوص تو. ملک تظاهرات کن. انس کرونا اسمش از قرآن گرفتن، از قرآن خارجی و پوران و این چیزا می نویسن. جن کرونا تکرار میکنه، نمیدونم ولی این که میگم میتونیم از خونه کار کنیم اولشه، الان یه مدت اینجوری ولی بعدش اصلا نماز جمعه تعطیل میشه، ثواب مواب مالیده. انس میگه برو پسر، نماز جمعه غیر ممکنه تعطیل بشه. جن میگه قول میدم حرم معصومه و امام رضا هم خارج از سرویس، به امید خدا خانه کعبه هم درش تخته میشه. ملک فقط زورشون به اسلام میرسه. جن نه بابا، واتیکان هم مالیده، اصلا بساط خرافات برچیده است. جن میگه
انسان انس بهش میگه مهندس صاحب تو چرا این حرف میزنی؟ تو که خود زائری خرافاتی، ذات و وجودت خرافات جنی، البته خرافات که نمیمیره، حرم ها دوباره باز میشه، خانه کعبه دوباره راه میفته، انگار کارخونه است، یه خانه کعبه دوباره راه میفته. آره کارخونه حاجی سازیه. ولی خب میگه این وسط ها دست خیلی قربتان لله رو شد که نتونستن شفا بدن هیچی، بیماریزا هم بودن برای مردم. کنایه داره میزنه به عتبات عالیات و اینا که نفدر سوخته. ملک میگه سیس بچه ها، ملک مقرب داره میاد بازرسی، بده من اون اقیانوس اطلسو. شروع میکنه نوشتن، نمایش ما تموم میشه. نمایشی بود بر اساس مسئله 1400 از توزیع المسائل آیت الله خمینی. دامن برکاتو. تا هفته آینده با همه غمایی که دارید و داریم تو خونه بمونید. من یه برنامه بهتری هفته آینده براتون جور میکنم، از کتاب توزیع المسائل، تفریح المسائل، شعرهای شیرینی رو که روی مسائل کتاب توزیع المسائل گفته شده، شیرینش رو خودم اضافه کردم، براتون میخونه. حمله بر خودستایی نباشه، این گربه ایران ماست، دلمون همیشه براش پر میزنه. میره با خاطرهاش حال میکنه، بر میگرده دوباره در میزنه، دل من پر میزنه، دل من پر میزنه. میگه اون شهر شما خوب جایی بود، خوب جایی بود، خونتون هنوز پر از زیبایی بود، خوب جایی بود. گلی که کاشتی تو باغچه از هر زن، عکس تو بر سر تاقچه از هر زن، اما مادر دو تا چشماش به دره که عزیزش هنوزم در سفره، شب و وقتی به چشاش خواب نمیره، حافظ و بر میداره فال میگیره. گلی که کاشتی تو باغچه از هر زن، عکس تو بر سر سنوزن، اما مادر دو تا چشماش به دره که عزیزش هنوزم در سفره، شب و وقتی به چشاش خواب نمیره، حافظ و بر میداره فال میگیره. بایی وقتا که خسته از رنج جدایی شده، با سر درد دلم وا میکنه، در پی عقده گشایی شده، گریه رو سر میده پر میکنه، اگه گریه نباشه